هنگ کنگ. اینجا مکانی است که قرار است به زودی محل بزرگترین تلکابین دنیا شود. این تلکابین یکی از فعالترین شهرهای جهان را به بزرگترین مجسمه بودا در تانگ چیانگ متصل خواهد کرد. حداقل امروز در هنگ کنگ هوا خوب است و برای آرچی بلر و کمپانی ژاپنی مایدا فرصت مناسبی است که اقدام به پیریزی فونداسیون برج بعدی یعنی برج شماره 4 کنند. سه هلیکوپتر لاما با آسمان بلند می شوند. مانند حمل تیراهن‌های فولادی، انتقال یک مخزن بزرگ بتن به محل کار کاری خطرناک و طاقت فرساست. این شبیه به یک رقص ظریف بین مردان روی زمین و خلبانی که به آنها خدمت می‌کنند می‌باشد. یکی از با تجربه ترین خلبان‌های این گروه خلبان سابق نیروی هوایی کانادا اینگا بادلی است. You keep your mind on the job all the time. The risks are manageable. The weather is definitely a big factor here in Hong Kong. Both the wind and the weather that changes so quickly. معمولاً فقط چند ثانیه لازم است تا بتون را تخلیه کنند. اما الان با یک وضعیت خطرناک روبرو شدند. در مخزن بتون قفل شده و در حالی که باد پره‌های هلیکوپتر به سمت پایین می‌وزد، دو کارگر تلاش می‌کنند که آن را باز کنند. این در حالی است که هلیکوپتر فقط 5 متر بالای سر آنهاست. بادلی باید هلیکوپتر را ثابت نگه دارد. در نهایت زور و ضربه زمان را برای آنها ذخیره می کند. اما یک بار دیگر شرایط هوا تغییر می کند و طوفان بادلی و هلیکوپترش را مجبور به زمین گیر شدن می کند. شرکت مایدا از زمانبندی پیریزی برج‌ها کاملا عقب افتاده است و بدون آماده بودن فونداسیون ها همه چیز به حالت سکون در می آید. اکنون 3 ماه از زمان نشست بحران در سوئیس می گذرد و از آن موقع وضعیت خرابتر شده است. هنگ کنگ با یکی از بارانی ترین فصل‌های ثبت شده در تاریخ خود مواجه بوده و این پروژه 12 هفته از برنامه مشخص شده عقب مانده است. ولی در نهایت فصل بارندگی تمام شده. کار باقی مانده اتصال میله‌های ارضی است که اجازه دسترسی ساده به بالای برج برای کارهای تعمیراتی را می دهد. اما مجدداً هوا علیه آنها عمل می کند و البته این بار باران نیست بلکه باد است. رابرت گیدلر سرکارگر بارگیری سرعت باد را چک می کند و تصمیم می گیرد که پرواز را منتفی کند. این شرایط هلیکوپتر سنگین کاموف بسیار خطرناک است. امروز غروب بعد از چندین بار تأخیر در نهایت سیمبوکسل غول‌پیکر از سوئیس به هنگ کنگ می رسد. اما این مهم نیست چون تیم شرکت لایتنر برای آن آماده است. مارکوس سیکریست مدیر ساختمانی شرکت تانگ چانگ کاملا از این تأخیر آگاه است. Obviously, we're far behind. We're trying to catch up. We're trying to get more resources into from our side to speed up the process. جاده بر روی ترافیک بسته شده. با کار کردن در طی شب، سیگریس کمک می‌کند تا این کابل غول‌پیکر را بین دو برج بکشند. صبح روز بعد وضعیت هوا بهتر می شود. بنابراین منش و تیمش اکنون می توانند برج شماره 3 را تمام کنند. نا
نفرات باید مراقب باشند، چون سیمبکسل هلیکوپتر میتواند در خود الکتریسیته القایی ذخیره کند. بنابراین کارگران باید قبل از اتصال آن به میله های ارضی الکتریسیته ساکن را به زمین تخلیه کنند. این میله های ارضی از میان 40,000 قطعه پازلی که برج شماره 3 با آنها ساخته شده بدقواره ترین شکل را دارند. این یک کار دقیق است. Trusting the pilot is very important. Because if something goes wrong, you can pay with your life. این یک کار طولانی بود، ولی در نهایت برج شماره 3 معروف به هیولا تمام می شود. این یکی از بزرگترین برج های تلکابین است که تاکنون ساخته شده و مردان منش با برافراشتن پرچم سوئیس بر بالای آن جشن می‌گیرند. در اصل این تلکابین از سه قسمت طراحی شده است. دو ایستگاه واسط برای تغییر مسیر در نظر گرفته شدند. هر قسمت در مسیرهای جداگانه‌ای و با شیب‌های مختلف به سمت مجسمه بزرگ بودا حرکت می‌کند. اما برای منچ و تیمش بزرگترین چالش هنوز در پیش روست. اکنون آنها باید کار دشوار کشیدن کابل قول پیکر به اولین ایستگاه واسط در جزیره فرودگاه که از فراز خلیج تانگ چونگ عبور می کند را انجام دهند. آنها از ترمینال مسافران شروع می کنند. سیمبکسل به وسیله دو برج نگه داشته می شود. با وزنی معادل 120 تن سیمبکسلی بزرگتر از آن یافت نمی شود. این مانند یک کرم قول پیکر است. برای جلوگیری از آویزان شدن کابل در اقیانوس و به خطر انداختن کشتیرانی، هر دو سر کابل به وسیله وینچ کشیده می شود. این کاری پرچالش است که باید کابل را از داخل قرقره هدایت کرده و تثبیت می کند. هرچند که تیم شرکت لایتنر با موفقیت کابل را به جزیره فرودگاه می کشد، اما اکنون باید آن را در ترمینال مسافران تثبیت کند. تیم سوئیسی اکسل با مکانیسم خاصی این کار را انجام می دهد. The point of the cable comes in from level number 2 back to level number 1 over the anchor drum and into the main clamps. اما درست وقتی که آنها آماده می شوند تا سر کابل را به یک قرقره بزرگ در ترمینال تثبیت کنند، با یک مشکل مواجه می شوند. تناب راهنما از جای خود لیز خورده و خارج شده. هر گونه آسیب به کابل یک فاجعه خواهد بود و باعث خواهد شد که تلکابین ناامن شود و این پروژه را با تأخیر دیگری مواجه کند. بنابراین منش مجبور می شود که خود به کمک برود. اما همینطور که روز به انتها نزدیک می شود، او متوجه می شود که مشکل بزرگتری در دست دارد. قسمتی از کابل به طور موقت توسط یک جرثقیل قول پیکر نگه داشته شده و کابل در حال شل شدن. And because
of the stiffness of that big cable, we have to lift it up to 60 meters. متاسفانه به خاطر خطرناک بودن باد طبق قوانین محلی نمی شود جره صغیر را در طول شب زیر بار رها کرد. On the other side of the station and just pull a little bit more. We have too much slack to this side, so we have to pull on the other side, and that's it. What's happened at the moment? Markus, lass mal wegen Kran. Es wird etwa halb neun, gell? اکنون همکار منیج مدیر ساخت مارکوس سیگریس وارد می شود. They cannot leave the weight on the crane. You can't do that. There's a legislature here in Hong Kong preventing you that from doing it, but secondly it's also for the sake of the cable. Let's say during the night the hydraulics is bleeding, the cable will go down, it will damage the cable and ultimately jeopardize the whole operation. تنها چاره کار کردن در شب است، اما این تیم هم اکنون نیز 6 روز در هفته و 12 ساعت در روز کار می کند و به نظر می رسد که اعتراضاتی در حال شکل گیری باشد. بدخلقی ها در حال بیرون آمدن است. پروژه تانگچون کاملا از برنامه عقب افتاده و هزینه ها بالا می رود. فشار برای اینکه این تلکابین در زمان بندی مشخص شده تمام شود همه را عصبی کرده. سرنوشت بزرگترین تلکابین در وضعیت نامعلوم قرار گرفته است. هنگ کنگ برای اکثر ساکنان شهر ساعت کار روز تمام شده، ولی نه برای کارگران پروژه تلکابین تانگچون که بین شهر و بزرگترین مجسمه بودا که در 6 کیلومتری قرار دارد کشیده شده است. یوجین منیج مدیر ارشد اجرایی یک مشکل بزرگ روی دست دارد. مشکل باد و باران که علیه او کار می کنند نیست، بلکه تیم او تمام روز درگیر کشیدن کابل عظیم بین ترمینال مسافران و جزیره فرودگاه بوده، اما به صورت فاجعه آمیزی کابل شل شده و آنها نمی توانند آن را با این وضعیت برای شب رها کنند. هیچ کس نمی خواهد در طی شب کار کند. You know, now you should give us back what I give you sometimes when it's raining to let them early home. So now we are in a critical situation and I want you to stay back here and help us, okay? So we, by the way... Okay. And on Friday, 5 o'clock, we have a big party here. Okay. اکنون نیمه شب است و کارگران در نهایت راضی شدند که کار را ادامه بدهند. ریتو زوربرگ بر کار نظارت می کند. It doesn't always go to plan. You always have to think ahead, and sometimes it just doesn't work, and you have to adapt things. That's what makes it interesting. کار دشوار تیم جواب می‌دهد و با کشیدن کابل اولین مرحله مهم پروژه تلکابین تانگچون کامل می‌شود. اکنون اواخر ماه سپتامبر است. این پروژه دشوارترین کاری بود که این تیم ساختمانی سوئیسی انجام داده است. عوارض زمین تقریبا کار را غیر ممکن کرده. وضعیت هوا یک کابوس است و مشکلات تکنیکی دردسرهای بزرگ هستند. ولی حداقل امشب دلیلی برای جشن گرفتن این افراد وجود دارد. اکنون واضح است که دیگر غیر محتمل است که آنها بتوانند برای سال جدید چینی ها این پروژه را به اتمام برسند. ولی این تیم مرحله اول بزرگترین تلکابین جهان را تمام کرده. درست در همین موقع باران مجدداً شروع به باریدن می کند، ولی حداقل امشب مهم نیست چون زمان جشن گرفتن است و آنها استحقاق آن را دارند. They have a drop sometimes, no problem.
They deserve, but not me. آنها ممکن است یک ماه از برنامه عقب باشند و هزینه ها به صورت سرسام‌آوری بالا برود، ولی این یکی از دشوارترین کارهای ساخت و ساز سنگین در جهان است و در اینجا آنها با این چالش دست و پنجه نرم می کنند. You have very very good days. You have I have sometimes very difficult days because sometimes things goes wrong, but we try, you know, with our good crew and with help of my friends, and we are trying to do our best.